سلام و درود به همه شما دوستای عزیز تیوی پلاسی. بنا به درخواست خودتون و اصرار زیادتون که حتما به یک رستورانی بریم که برگرهای خوب و متفاوتی تهیه بکنه، امروز اومدیم به رستوران ترافیک برگر، رستورانی که طرز تهیه برگرش 0 تا 100ش کاملا متفاوت با اون چیزیه که شما همه جا دیدید. با هم میبینیم تمام جزئیات متفاوته، یعنی تک تک کارهایی که انجام میشه کاریه که شما هیچ جا ندیدید. میریم با هم دیگه ببینیم چه جوری. من به جرئت میتونم بهتون بگم اینجا تنها جاییه که من در جریان تمام مراحل کارش هستم و کاملا بدون روغن تهیه میشه. شما با من میتونید اینو ببینید. مرحله اول، گوشت یا برگر که گوشت خالص و توسط خود دوستان تهیه میشه، روی صفحه چدنی انداخته میشه. همونطور که دیدید یه مقدار آب بهش اضافه میکنم و این گوشت پخته میشه. اکثر جاهایی که شماها رفتید و دیدید برگر فروشی های معتبر و معروف و نامداری که میرید و رفتید، دیدید بلا استثناء گوشت و وقتی که در میارن میندازن روی گریل و شروع میکنه گوشت سرخ میشه. اینجا یک مرحله قبل از اون داره، یعنی گوشت قبلش بدون روغن توی آب پخته میشه، اندازش یه خورده کوچیک‌تر میشه، جمع میشه. دلیل اینم اینه که گوشت خالص استفاده میشه. بعد از این مرحله این گوشت‌ها جمع میشه، توی یه ظرف گذاشته میشه، آماده میشه برای موقعی که مشتری سفارش میده. اون موقع مرحله بعدی پخت انجام میشه که میریم با هم دیگه میبینیم. ترافیک برگر حتی سیب زمینی هاش هم متفاوته. من تفاوتشو براتون توضیح میدم. اول اینکه این سیب زمینی ها قبل از اینکه سرخ بشه یک مرحله دیگر رو گذرونده و تقریبا نیم پز شده، شاید حتی از نیم پز هم یه خورده بیشتر، یعنی اینو من میتونم همه الان بخورمش. سیب زمینی ها با پوسته که این در خیلی از جاهای دنیا رواج داره که سیب زمینی ها خیلی خوب اسکاچ میزنن میشورن و سیب زمینی با پوست استفاده میکنن، چون حتی پوست سیب زمینی هم خواص داره. مرحله بعدی خرد کردن سیب زمینیه که سیب زمینی اصلا به شکل متفاوتی خرد میکنن و بعد میریزن طبق روال همه رستوران ها داخل سرخ کن و سرخش میکنن. ببینید چجوریه. توی برگرهای ترافیک برگر یک سوسی استفاده میشه که این سوس چجوری بهتون بگم اختصاصا مال همینجاست. یک سوس میتونم بهتون بگم عجیب و غریب، تقریبا شبیه سوس آلفردو با حالا یه تفاوتایی. توی این سوس از پنیر گدا و خامه استفاده شده به اضافه قارچ و یه سری سبزیجات و ادویه. حالا به این دلیل که توی این سس خامه استفاده شده، حتما این سس روزانه تهیه میشه و بعد چند ساعت، حالا به خاطر رعایت نکات بهداشتی، اگر از این سس مونده باشه دور ریخته میشه و مجددا این سس تهیه میشه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این سس رو امتحان کنید، خیلی خوشمزه است. من ناخنک زدم قبلش. بعد اینکه گوشت توی آب پخت به اون سایز اصلی خودش رسید، حالا مرحله دوم شروع میشه، مرحله‌ای که باید گوشت رو بذاریم روی صفحه گریل. صفحه گریل رو قبلا روشن کردیم، داغ شده، آماده است که ما گوشت رو به این سمت منتقل کنیم. توی این فاصله که گوشت بپزه میریم سراغ انجام دادن بقیه کارهای آماده سازی ساندویچ که اونها هم متفاوته. یکی دیگه از تفاوت‌های ساندویچ‌های ترافیک برگر با بقیه جاها اینه که توی ساندویچ غیر از گوشت تنها چیزی که خامه کاهوه، بقیه اجزای ساندویچ همه پخته میشه، مثل گوجه فرنگی. گوجه فرنگی هم روی صفحه گریل ریخته میشه و گریل میشه کنار ساندویچ. یه تجربه متفاوتی از یه جور برگر دیگه که تمام اجزاش پخته شده بدون روغن. نونی که برای برگرهای ترافیک برگر استفاده میشه نون مکدونالدیه. خیلی ها ممکنه نون مکدونالدی دوست نداشته باشن به خاطر اینکه یه خورده طعم‌مزه شیرین داره، ولی این چون سفارش داده شده و متفاوته، اونقدر که
همه این نون ها شیرین هستن، این شیرین نیست. برای اینکه ساندویچ خشک نباشه، توی اولین مرحله یه مقدار از ترکیبی از مایونز، خیارشور رنده شده و یه سری ادویه رو روی نون میمالن، روی لایه زیری نون. تو مرحله بعد کاهو رو روی این میچینن، اونم نه خیلی، که این تصور پیش بیاد که سعی شده ساندویچ با کاهو پر بشه. حالا اگر برگر معمولی باشه، گوشت آماده میشه و روی نون میاد و یک مرحله بعد انجام خواهد شد که با هم خواهیم دید. در غیر این صورت حتما چیه؟ چیز برگره، مثل همون که من دارم برای خودم درست میکنم. چیز برگر هم پنیر داره، میذاریمش روی نون تا زمان موعود فرا برسه و این پنیر ببینید کجا قرار استفاده میشه. الان گوشتای آبدار و خوشمزه خالص من آماده است، وقت اضافه کردن اون پنیر است. من چون میخوام دبل برگر بخورم، کاری که انجام میدم پنیر رو روی یکی از گوشتا میذارم، روی یکی گوشتم روش میندازم و گوجه ها رو جمع میکنم و میریزم روش. خب الان برگر من گوشتش آماده است. باز ما دو مرحله دیگه داریم با هم دیگه میبینیم. از این سس خوشمزه که براتون توضیح دادم روی لایه بالایی نون میریزیم. مطمئن باشید اینجا بیاید دوستان همینقدر سس شاید هم بیشتر میریزم. حالا من خیلی اینجا وارد نیستم، میترسم سس بریزه. برگر خوشمزه و لذیذ من آماده شده، دیگه به خوردنش خیلی چیزی نمونده. همونطور که دیدید توی هیچ مرحله از کار از روغن استفاده نشد و همونطور که بهتون گفتم تمام اجزا غیر از کاهو گریل شده، یه نون مونده که اونم تو مرحله بعد گریل میکنیم. من فکر بکنم، حالا شما حتما جای دیگه برگر خوردید، اینجا زمان بیشتری برای آماده شدن یه برگر صرف میشه، ولی نتیجه نهایی چیز بسیار 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 خوشمزه تریه. نونیه که سس زدیم میذاریم لب، خیلی سریع برمیگردونیم، فویل، نصف ساندویچ رو لای فویل میپیچیم، دوباره برمیگردیم روی گریل. چی کار داریم؟ گفتم همه اجزا گریل میشه، الان نون مونده، نون هم گریل میشه. میریم با هم کنیم. من به شدت و بیتابانه میخوام این ساندویچ رو بخورم، ولی هنوز یه مرحله دیگه کار داره، مرحله گریل کردن نون. این مرحله البته خیلی سریه، به خاطر اینکه این گریل خیلی داغه و نون سریع میسوزه. حدوداً 10-15 ثانیه تا 20 ثانیه این ور نون، 10 ثانیه 20 ثانیه اون ور نون، نون آماده میشه و دیگه مرحله ایه که من با اجازهتون جاتون رو خالی میکنم و شروع میکنم بخورم. خوشمزه آماده است. حالا جدا از این که این خطای خشکه روی نون افتاده، اولا حرارت کل ساندویچ الان یکسانه، یعنی من یک پکیج داغ دارم، پکیج داغ و خوشمزه. و اینکه یه اتفاقی وقتی میریز ساندویچ ها میفته، دیدید وقتی گاز میزنید این نونا به خاطر اینکه خیلی نرمه خورد میشه و میریزه، این نونه الان یه بافت منسجمی پیدا کرده و به قول حالا دوستای خارجی و با کلاستر، نون کریسپی شده، یه خورده ترد شده و فکر میکنم خیلی بهتره. با اجازه یه میتونم بهتون بگم یه تجربه جدیده، به خاطر اینکه من همیشه یه مشکل بزرگی که با برگرها داشتم این بود که مزه ها رو جدا جدا میفهمیدم، یعنی مزه خیارشور جدا، مزه گوجه جدا. اینجا گوجه به دلیل اینکه گریل شده تقریبا یه بافتی پیدا میکنه که توی ساندویچ حل میشه، یعنی شما مزه ها رو همه رو با همدیگه میفهمید. و اینکه یه ویژگی داره، چیزی علای ساندویچ هم بیرون نمیریزه. و یه ویژگی دیگه این داره که آدم غذا میخوره که انقدر حرف نمیزنه که غذاشو میخوره. واقعا جاتون خالیه، واقعا جاتون خالیه. دوستای عزیز، مخاطبان دوست داشتنی تی وی پلاس، من غذای خودپخته خودم رو
الان گذاشتم که بخورم، مجددن هم جاتونو خالی میکنم. مطمئنن دوستان اگر درست کنن خیلی غذای خوشمزه تری خواهد شد، هرچند منم دقیقا همون اصول دوستان ترافیک برگر رو رعایت کردم. چند تا نکته لازمه بهتون بگم. یکی این که غیر از سوسی که توی ویدیو دیدید، دو مدل سس دیگه هم هست که برگرها با اون سوسا سرو میشه. یکی سس باربیکیوه که بخشی از پروسه این سس توسط دوستان توی همین رستوران تهیه میشه. سس دوم که خیلی جذابه خصوصا واسه من، سسی به اسم سس واپر، حتما امتحانش کنید. ترکیبی از پیاز و کره که روی حرارت خیلی کم مدت طولانی تفت داده میشه و حالا یه آتش بازی خوشگلی هم داره و اینکه پیاز کاراملی میشه. مزه پیاز کاراملی با پیاز سرخ شده و پیاز آبپز زمین تا آسمون فرق میکنه. حتما اون سس هم امتحان بکنید. یه سوال ممکنه پیش بیاد که خب ما حالا این برگر رو کجا بخوریم؟ دو تا جا دارید که میتونید حتما برید اونجا و این برگرهای خوشمزه رو امتحان بکنید. جای اول که بهتون پیشنهاد میکنم فود کورت جام جم، احتمالاً به این اسم میشناسید، که الان به اسم مجموعه غذاهای سالم علاءالدین نامگذاری شده، روبروی درب ورودی جام جم صدا و سیما توی خیابون ولیعصر. جای دومم اتوبان جلال آل احمد، نرسیده به بلوار اشرفی اصفهانی، زیر پل یادگار، مجتمع تجاری پاسارگاد. این دوتا با همدیگه تفاوتی دارن. موقعی که اینجا میاید، یعنی مجتمع تجاری پاسارگاد، بعد دنبال تهران برگر بگردید. واقعیت امر اینه که قرار بود اسم این رستوران تهران برگر باشه، ولی به این دلیل که تهران اسم خاصه نشد این اسم ثبت بشه و تبدیل به ترافیک برگر شد. ولی این شعبه همچنان به نام تهران برگر کار میکنه. حالا به زودی تابلوش عوض خواهد شد. این دوتا جا هستن که شما میتونید تشریف ببرید و این برگرهای خوشمزه رو امتحان کنید. بیشتر از اینم سرتون رو درد نمیارم، جاتون رو بازم خالی میکنم. اگه دوست دارید حتما بیایید شما هم امتحان کنید. الان فردای همون روزیه که ما رفته بودیم تهران برگر، اومدیم ترافیک برگر توی فود کورت جام جم. اینجا توی این شعبه غیر از غذاهایی که اونجا هست، یه سری موارد اضافه هم وجود داره که بر همون پایست، ولی خیلی خوشمزه است. ترکیبای خوشمزه درست میکنه. یه چیزی که اینجا هست و اونجا نیست، سالاد سزاره که واقعا اشتها برانگیزه، همچنین پرحجم. به فکر میکنم دو نفری باید سفارش بده. غذاهای دیگه که اینجا هست، یکی همینطور که میبینید بشقابای مخصوصه، بشقابای مخصوصی که توش از مرغ گریل شده، حالا فیله گوش و برگر استفاده شده. من الان یکی از این بشقابا رو سفارش دادم. میبینید ترکیبی از حالا یه سالاد ساده، سس باربیکیو، قارچ، سیب زمینی و فیله مرغ گریل شده و برگر به اضافه همون سس خوشمزه، سس که شبیه آلفردوه. اینجا هم حتما بیاید، غذا رو حتما امتحان بکنید. فکر بکنم خوشتون بیاد. من دیگه با اجازتون دوباره مجبورم این غذا رو بخورم دیگه، چاره چیه؟ این هم شغل من، چاره. موفق باشید. خیلی خوشمزه است. قشنگ راضی کنن است. من فکر میکنم اینو یه نفر سفارش بدن دیگه نون هم لازم نباشه بخوری، یه غذای سالم رژیمی پروتئینی حسابی. حتما اینجا بیاد.